عزیز سوال کن در مجموع که همسرم را میگم که نماز بخوان نماز نمیخوانم، رایش چه باید بکنم؟ الله متعال اجر عظیم نصیب بکنه بعضی از خواهرها که واقعا در آخر ما با ما پیامات میآید که حتی بسیار مایوس هستند از اینکه چرا شوهرشان به عبادت الله متعال نمیخوان. اول ما عرض بکنم خدمت خواهر، الله را ثبات و استقامت بیشتر نصیب بگردانه. اما حدیث عرض بکنم، رسول معظم اسلام علیه السلام میفرمایا وقتی که خانم به نماز بلند نمیشوه شوهرش آب در رویش ایت پاش بده، وقتی که شوهر به نماز بلند نمیشوه خانم در رویش ایت آب پاش بده که او بالا شو نماز بخونه. چی زیباست که اینها هر دو بلند شوند، وضو بگیرن، این خواهر در خانهش بخونه، این شوهر رفته در مسجد بخونه، چی خیر و برکت و سعادت میآید. فقط این خواهر مسئولیت شما قدر است که آگاه بکنه، در حالی که این مسئولیت مسئولیت مرد است، باید به نماز بیدار بکنه، ایره به نماز تنبیه بکنه، به ترک نماز ایره به اصطلاح یکم یعنی عتاب و ملامت بکنه. ولی این خوشبختانه که این خواهر این کار میکنه فقط در چوکات این کار بکنه، اگر زیاده گویی بکنه ممکن این شوهر در زیب بیایه سخنی از زبانش برای که خسیرت دنیا و آخرت، دنیا و آخرتش تبار میشود. بسیار حکیمانه، عاقلانه، خردمندانه گام برداره، زمینه را قسمی مساعد بکنه که شوهر با یک افهام و تفهیم سر نماز بیاره، به بهانه های مختلف از پیش یزی کمک ناراض شوه، خسته شوه، این شوهر بگه که یعنی به طور مثال ما واضح تر صحبت بکنم که من تره نمیمانم که در بستری ما بیایی، تو باید نماز بخوانی. چرا؟ ما یک خانمی نمازی هستم، تو باید یک مردی نمازی باشی، یک مردی پاک باشی. بی نماز چه یک کلمه بدی هست، چه کلمه زشتی هست، یک سری چیزای حرام اطلاق می شود. تو یک انسان هستی، خلیفه الله در زمین هستی، به شیوه های مختلف حکیمانه و مدبرانه این خواهر برخورد بکنه و دعا هم بکنه، انشاءالله الله منان شوهر یزیر پابند نماز بسید. جزاکم الله خیر.